اجازه حق نداری وارد بشوی. برو بیرون. بابا اینجا خیانت نمی‌کنن. من به قصد خون و خون ریزی اینجا نیومدم. پس خلقلکم ندهی چه کفری شوم. ما داره تو رو بزای تو می‌نشونم. یادش کن. اونو ببندید. کجایی؟ اونو ببندید. حالا تیر شدی جوان. من سنگهایم را با تو وا کندم. من یک بار با تو اتمام حجت کردم. زبان خوش سرت نمی شود؟ چنان عر و عوری نشانت بدهم که ربت را یاد کنی. می دهم سر از بدنت جدا کنند. من به قصد جنگ و نزاع اینجا نیامدم. تو حجت بر من تمام کردی؟ منم آمدم گردن نهم. الله اکبر، الله اکبر. نمی فهمید که خود را به نفهمیدن زدید. ساعت این خانه بر مدار خون میچرخد. زالوی بیم با این بی سر و پا دهن به دهن نشو شوزم. خونش را بریز تا بفهمد وقوقش را کجا سر داده. بریزید، خونم را بریزید. سینه من باز است و برهنه برای سرنیزه دشمنان. پس معطل چه هستید؟ بزنید. نه، او برای دعوا نیامده است. غیر از این بود به خود شمشیر میبست. تو دخالت نکن دختر، تو بلکه برای همیشه این قائل را بخوابانی. زید، من تو رو خوب میشناسم. تو کسی نیستی که بیاید و عربده بکشد و خطابه بخواند و تهدید کند. آرام باش زید، این بازی تازه ایست. به خدا قسم، به جان یگان دخترم، موجز و مختصر حرفت را نزنی با همین دستانم خفت میکنم. خیلی عجله داری بشنوی؟ پس خوب گوش کن شوزب. من بریدم. شک ندارم روباب فقط از روی تفریح و تفنن دل من رو بازیچه ی هوسهای خود قرار داده. حق با شما بود. شاگرد گیوه دوز را چه به دختر شاه پریانی مثل روباب. او باید عروس از ما بهتران شود. مرد شور همه ایتان را ببرد. تو هم خوب گوش کن روباب. من تو را برای خودت نمیخواستم. معلوم نال پدرت بس بس هم کرد. بله بله، مرحبا مرحبا. چه عجب که بالاخره حد و حدود عالی خودت را فهمیدی و حساب کار دستت آمد. بنده از جانب خودم کمال امتنان را دارم. برو جوان، برو. چی شده دختر نازنینم؟ ببینم چشمانت رو. این اشک‌ها اثاره عمر همه زن. من هم از این خونابه‌ها زیاد ریختم. چرا با من این کار رو کردی سید؟ چطور دلت آمد قلبم رو لگد مال حواست کنی بی مروفت؟ تو جوانی و زن خراب مردها رو نمیشناسی. مرز بین هوس و عشق یک تار موست. زنی که این را نداند کلاهش پس معرکه است. پدر بزرگم خوب بلد بود چطور زبان بازی کند و خودش را به موش مردگی بزند و ادای عشاق سینه چاک را درآورد. تو نمیدانی وقتی از به دست آوردن دل فلان زن در فلان کور دهات حرف میزد چه قهقه مستانی میزد. این از ذات خراب همه مردها.
بغلم کن مادر، بغلم کن. گریه نکن عزیز دلم، گریه نکن. این بغض، این درد، این قصه تمامی ندارد مادر. زید آینه ای قلبم رو بر زمین کوبید و هزار تکه کرد. بلند شو دختر، بلند شو، بیا بیا به آینه بنگر. عزیز دلم، حیف از خودت نیست؟ تو به شاهزاده های قصه شاه پریان میمانی. عشق زید یک هوس بود و بس، همان بهتر که قبل از هر اتفاقی حقیقت بر تو آشکار شد. باور کن بهترین سرنوشت برای تو همانیست که مادر رقم زده، ازدواج با پسر حجاج. زن پس برایم فرقی نمی کند به هجله کدام داماد بروم. هرچه می خواهی بکن مادر، من مثل بر موتیم. وقتی تاج ملکه عرب را بر سرت نشاندم، آن وقت فرق دوغ و دوشاب را می فهمی. از من می شنوی من بعد به امیر کوفه فکر کن و به پسر کاکل زریت. من هم می روم تا از داماد لب و نوچه آویزان من مژدگانی به ستانم. شوزم، بالاخره دختر من رضایت داد. به چه رضایت داد زن؟ قبول کرد عروس حجاج شد. آخرش کار خودت را کردی. با زید چه کردی هایی را؟ در چشمان این جوان دردی بود که جانم را سوزد. مژدگانی بدهید سرورم، مژدگانی بدهید که حامل خبری هستم شیرین مثل عسل. نوشی جان کنی تو از دهن نیفتاده. خبر؟ آن هم از یک ضعیفه فرتوت؟ در حال حاضر عسل برای ما لمیدن بر این تخت و مشق پادشاهی کردن است. بیرون! نمیخواییم شکوهی لحظات را با اخباری زنانه خراب کنی. بمانید! چه نهره پرهیبتی! زهرم آب شد سرورم. تو را به خدا از این نهره ها بر سر دخترم نکشید که پس می افتد و هجلت بی عروس می شود. کدام هجله؟ کدام عروس؟ تو با دخترت همیشه مرا با دست پس می زنید و با پا پیش می کشید. اما این بار فریبتان را نمی خورم. دختر خیلی سرت از زنی خودت بیرون! بمانید! پس مشق پادشاهی نمی کنی، مشق می کنی که گربه را دم در هجله بکشی. بکش مادر جان، بکش. حرف حساب تو و دخترت چیست؟ برای من و دخترم چه اقبالی بلندتر از این که دامادمان امیرزاده‌ای باشد قمر صورت و اسد سهولت. حرف حساب ما شمایید سرورم. وصلت کردن با شما افتخاری است که نصیب هر کسی نمی شود. پس این بازی موش و گربه چیست؟ چرا هر بار رباب را دیدم یا دهن کش کرده یا لگد پرانده؟ خب لگد پراندن عادت همه ی زیبا رویان است پسرم. نشنیدی که از عاشق اصرار است و از معشوق انکار؟ شیرینی عشق به همین موش و گربه بازی هاست. یعنی باور کنم که رباب عشق من را به بازی نگرفته؟ شک نکنید سرورم. غیر از این بود من با این همه شور و شوق به دیدارتو نمی آمدم. شما تیرانداز خوبی بودی، صید خوبی هم کردی. مبارک است، مبارک است. قبول کرد؟ سحر و جادویش کردی. نیازی به سحر و جادو نبود. عقل خفته اش را بیدار کردم و او را به جنگ دلش فرستادم. زور عقل چربید و دل مغلوب شد.
حالا باید چه بکنیم؟ هول نشو شاهزاده عجوب. بعد از پختن رباب حالا نوبت توست که پدرت را بپذی. تو بی اذن پدر نمیتوانی زن اختیار کنی. یعنی ممکن است پدرم مخالفت کند؟ بعید نیست. حجاج ابن یوسف امیر قدر قدرتیست پسره، حتما در انتخاب عروس سخت گیر است. چه عروسی شایسته تر از رباب؟ ای طفلک معصوم، این نظر توست که دل به گرو داده ای. پسرم مخالفت کند چه؟ پدرت مخالفت کند باید حلوای عشق تو و رباب را بخوریم. کمکم کنید بانو، کمکم کنید. من مطمئنم شما میتوانید کاری کنید که پدرم نه نیاورد بر زبان. کمکم کنید. من زبان رام کردن حجاج ابن یوسف را ندارم پسرم. تازه زبانش را هم داشته باشم غرورم اجازه نمیدهد. من مادر عروسم. تعریف و تمجید من از عروس شک برانگیز است و عیب. این بار بردوش خود شما سرورم. بخواهد با عروسی من رو با مخالفت کند، من خودم را میکشم. به جان دایی‌ام قسم خودم را میکشم. شوخی زیباییست که میتواند تهدید خوبی باشد. راستین صداقت ریشه در باوری عمیق دارد. چه در نگاهت داشتی زید؟ به خدا لهیب آتش دلت را باور کرده. پیر شدی شوزن، پیر و ضعیف و خمیده، اما هنوز شعورت به جاست. دیدی صداقت و شجاعت و صلابت او نشانی ایمان بود. از تأثیر کلام او بر جانت زیاد پیچیده نیست شوزن. زید روزهای باشکوه تو در کنار علی بود. او تو بودی وقتی که هنوز معصوم بودی و پاک. خدایا کمکم کن تا عاقبت به خیر شده. چه شده؟ باز هم که ماتم گرفته ای؟ ظاهراً این خلوت و این تنهایی ها تمامی ندارد. چه کار کنم؟ برقصم؟ مثل همیشه سازش با تو، رقصش با من. من که از کارهای تو سردر نمی آورم شوزر. همانطور که من از کارهای تو چیزی نمی فهمم آمیرا. حالا که شرش کم شده دلت برایش تنگ شده؟ همیشه کارهای تو برعکس است. یک روزی هیچ کارم برعکس نبود. در نگاه صادقانه زید، در بغضش، چیزهایی بود که در جوانی خودم بود. شوز قصه جوها و یاد از جوانی هایش را میدینی؟ ریشخند کن. حق داری، جادو پیشه. تو از معصومیت از دست رفته من چیزی به یاد داری؟ لحظان جوان پرشور و شری که در اون روز عجیب سر از بنی خوریزه در آورد و
مسهور چشمان دختری صحرایی شد. این قصه را هزار بار از زبانت شنیدم. آی جوانی های رفته را باید فراموش کرد شما. باید به جوانی های نرفته فکر کرد. به روباب، به دخترت که تازه میخواهد مردش رو پیدا کند. پسر حجاج جوان برازنده ایز شوزه. نیست؟ من میروم شوزه، میروم به کارهایم برسم. تو هم به جای چه کنم بهتر از به فکر جهیزیگی دخترت باشی جناب خزانه دار. به همدان برویم. من رفتم برو باب، همه چیز رو به هم زدم. فهمید برادرش هستی؟ نه، کاری کردم که نفهمیده از من بدش بیاید. روباب خواهر توست بزرم، نباید رشته خواهر برادری رو پاره کنی. میخواهی من بروم با روباب صحبت کنم؟ این راز پوشیده بماند بهتر است. من هنوز آنقدر مرد نشدم که بتوانم زخم چشم و زبان کوفیان را تحمل کنم. امروز برای یک لحظه شازب را به چشم پدر دیدم. دلم برایش سوخت. بیشتر از شازب دلم برای خودم می سوزد بیبی. شاید مقصر من باشم پسرم. باید از بچگی این راز را در گوش تو می‌خواندم تا به آن عادت کنی. حرف بزن بیبی، از پدر و مادرم حرف بزن. هر چقدر بیشتر بدانم سبکتر می‌شوم. از پدرت چه می‌خواهی بدانی؟ همه کوفیان او را می‌شناسند. اون ریس مثل سگی با وفا دم تکان داده برای آل امیه و تا دلت بخواهد واق واق کرده و پاچه گرفته تا مبادا سکه ای از کیسه بنی امیه به مستحقی برسد. به نظرم دست و دغل نبوده زید، چون هر کس جای او بود تا به حال ملک و املاک و داراییش سر به ثریا میرسوند. از کجا معلوم که ندزدیده؟ کی به حساب داراییش رسیده که بداند چه کرده؟ عمریست بر بیت المال کوفه خدایی می کند. هر چقدر بخورد، بریزد، بپاشد، کی می فهمد؟ خدا عالم است مادر. من چرا گناهش را بشویم وقتی چیزی را ندیدم؟ او زمانی شهره بود به شوزب امین. از ماریا شنیدم که شوزب در جوانی یکی از یاران مولای من علی بوده. من در شوزب سایه ای از علی را دیدم. وقتی در طاعون کوفه خودش را به آب آتش می زد تا طاعون را نجات دهد، یک دم به نظرم رسید مسیح را می بینم. مسیحی که شبیه پدر ایلی است. احساس عجیبی داشتم. احساسی به سراغم آمده بود و هرچه سعی میکردم نمیتوانستم مهارش کنم. برادران، از دریای رحمت الهی مایوس نشوید. این مصیبت آزمونیست برای ایمانتان. مبادا به عدالت خداوند شک کنید.
فراموش نکنید که این قول خداوند کریم است برای کسانی که اهل ایمانند. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون. بعدش رو که حتما شنیدی. با نامه های من به شوزب و کشاندن او به دیر سنت ماریا بلوایی برا افتاد. وقتی در دیر شوزب را دیدم فهمیدم و قلبم علویست. کنجکاو بودم، میدونم چرا بر سر سفره یزید و معاویه نشسته و به ارادتش پشت کرده. ماریا، در ملکوت عشق تو من پشم نیست، چه رسد به آدمی؟ معجزه ای را که تو از ایلیا دیده ای در مقابل معجزاتی که من از علی دیدم مورچه است در برابر فیل. همه چراست؟ ماریا یه نصرانی می شود مرید علی، جوزب مسلمان می شود خائن علی که بر سفره معاویه و یزید نشسته، نان و نمکشان را خورده، شده امین و امانت دار بساطشان. این هم معجزه عشق است سرورم. یعنی چه؟ یعنی که عشق می تواند هر محالی را ممکن کند. جواب حکیمانه نده. درباره من چیزی شنیدی؟ بله سرورم. چه شنیدی؟ خیلی چیزها شنیدم. میل دارید کدامش را بشنوید؟ دلیل بریدن من از علی چه بود؟ چرا به معاویه پیوستم؟ شما ظاهرا خادم معاویه اید و قلب مرید علی. پس یک منافقم. شما منافق نیستید، مأمورید. مأمور؟ مأمور کی؟ عشق به همیرا. او را از علی جدا کرده بود. ببین، خداوند او را غریق رحمت کند. اجر مادرت بیشتر از شهدای نینوا نباشد کمتر نیست. چقدر تقدیر ماریای نصرانی شبیه به مسلم ابن عقیل است. شبی که مسلم در کوچه های کوفه غریب و بی کس مانده بود، ماریای نصرانی هم به جرم دفاع از حسین ابن علی آواره شد. درد ماریا درد زایمان نبود پسرم، درد تهمت و بدنامی بود. او آبروی خودش را فدای حسین کرد. خوشا به سعادتش. چرا همه خوبان زود میمیرن بیبی؟ چرا؟ چون خوبان روزی در آسمان دارن پسرم. زمین برایشان کوچک است. حق بده که دلم برای چنین مادری تنگ شود بیبی. میخوابم شاید او رو در خواب ببینم. قشقرق را انداخته ای عجوزه؟ نترس، فروشی نیست. تمام تاج و تختت را به فروشی نمیتوانی بهایش را بپردازی. این سر عشق رباب
سر مونس عمر من، سر پاره تن ماریای نصرانیز، سر زید، سر زید، سر زید من، سر زید. کاش بدارد میمون تا تو های تقدیری شو به دنیا نمی آمدی. ماریای نصرانی اینا چه ربطی به هم دارن؟ چه خبر شده؟ آمدی سایه شیطان؟ هجره را آمردم پس عروس کو، عروس کو، اشتهای خون آشم. این چه میخواهد شوزب؟ کیست؟ من چه میدانم؟ زید را تو کشته ای؟ زید را تو کشته ای همیرا؟ ای خدا بدون، زید را کشته اما در جا جنابیا، میخواهی تقاص خون پسرت را بگیری؟ در خانه حجاج را بزن، سلاخان او گله گله آدم سر میبرند. آن وقت من باید جواب بگویم؟ از خانه هم برا میرم؟ یک جو شرف و غیرت در وجودت باشد باید چشمانت رو به نیل داغ کور بکنی. بورت را گم کن. کجا؟ تو ماریای نصرانی را با تیر تهمت این نابکار کشتی، تو خون خوردی و دم به تله ندادی، حریف نداشتی، حریف میخواستی، حالا حریف داری، با من طرفی. این بیوگ مزدل بخواهد از خون پسرش بگذرد من نمیگذرم، تا گور جفت شما را نکرم نمی روم. کجا بروم؟ آهای مامان کجایی؟ دخترم را قاطی مرکت نکن ساهره شون. شوزب چرا جوابش را نمی دهی؟ فقط دعا کن ادعاهای این زن دروغ باشد و الا شق شق حتمی کنم. خام نشو، خام نشو مرد، خام نشو. گوش کن، گوش کن پاپتی بی سر و پا. چنانچه زید فرزند ماریای نصرانی بوده، پس از تخم و ترکی بی آبرویش بوده. خبر این رسوایی گوش فلک را کر کرد و کمر شوزب را شکست. کر بودی که بشنوی؟ تو با چه نشانه ادعا می کنی که او پسر شومه شوزب است؟ به چه نشانه ای؟ نشان میخواهی نامکار؟ این هم نشان. بیا خوب نگاه کن، زید پسر ماریای نصرانی بود یا نه؟ زید پسر تو بود یا نه؟ زید را کشتند رباب. ای رباب خواهر بدبخت، زید را کنی رو بابا. میخواهم خنجری که گلوی زید را دریده سینه ی رباب را هم بشکافد و قلبش را پاره کند. مرگ بهتر از این جهنمیست که تو و پدرم برایم ساختید. رباب، آن خنجر آلوده به زهر است. رباب، کمترین خراشش کشنده است. رباب، بده من، بده من آن آلت قتل را. جلو نیا، جلو نیا. چرا زید را کشتی سنگ دل؟ زید را علوی کشان کشتن نه من. دیوانه نشو، دیوانه نشو، بده من. دروغ میگویی، زید را تو کشتی، زید به دستور تو کشته شد. دروغ نیست، تو حقیقت را نمیدانی. بده من آن بامده را. تو حقیقت را میدانی؟
حقیقت زید بود. دیوانه نشد. رو با حقیقت راضی بود که زید رو وادار کرد که بیاید و پاپس بکشد و خود رو آلوده به عشقی حرام نکند. آخ زید، تو برادر من بودی و من نمیدانستم. حقیقت درد من است، جوانی من است. بیا بیا بیا، خنجرت را فرو کن در قلب من. بیا بیا که این حقیقت خوره جانم شده. تا کی راست پنهانی کنم؟ مرا از مرگ میترسانی؟ فقط یک لحظه، یک لحظه به حرفای من گوش کن، بعد هر غلطی که دلت میخواهد بکن. 20 سال است که شب و روز در پی قاتل پدرت میدوم. دلم خوش بود که دخترم به ثمر میرسد، در انتقام گرفتن کمکم میکنه. افسوس، افسوس که تقدیرت همه را همیشه پر از سیاهی و نکبت بوده. نکبت کدام قاتل؟ چه پدری؟ تو دختر سعدونی رو با نه دختر شازم. شوزب کیست؟ شوزب یک نفرین است، یک آواز باز، یک نفرین شوم. یک آب برگ همه به درد از هم نمی کنم. تو را انتقام نگیری سواک نمی شد. سیده به دارت را بگیری. چرا این سر پر تقدیر را به زمین نمی کنی؟ خدا چرا خلاصا شوزب سعدون، ماریای نصرانی، من، تو، ما چه هستیم مادر؟ نترس دخترم، نترس. قدم به قدم با تو میایم، نمیگذارم گزندی به تو برسد. تو همه عمر منی، تو یادگار عشق منی. زندگی بی تو برایم هیچ هست و پوچ. تو که نباشی من هم نیستم. آروم باش، آروم باش دخترم، آروم باش. بده من خنجر رو. آروم باش دخترم. حیف تو نیست؟ میخوای بر سینه سرد گور بخوابی؟ جای تو تکیه زدن بر تخت قدرت کوفه است. خدایا به کدام این گناه قصاص میشوم؟ نفرین بر این سرنوشت. کوشیدم، بازم بر دیر نشینان فاش شده.
میخواهند به جرم عاشقی محاکمه هم کنند. زندگی با مردان سیاست نشستن در کشتی و سفر در دریای متلاطم است. حسری با من هم سفر شدیم. باربونه سفر را بستم. به تقدیر مجهول شوزد خوش آمد. شوزد علی به تحریک یک زن کشته شد به نام قطامه که تشنه به خون علی بود. پسرش حسن به دست یک زن مسموم شد به نام جعده که پدرش دشمن علی بود. در کابوس شوم من هم یک زن هست به نام ماریای نصرانی، زنی که از قضا عاشق علی است. این منصفانه نیست. کمکم کن شوزم. میخواهم در تقدیر علی و پسرانش سومین زن نفرین شده باشم. حاضرم بمیرم و تن به این ننگ ابدی ندهم.